اخبار رسیده از کشور افغانستان هاکی از آن است که تعدادی از سنی های تون طالبان در منطقه شیعه نشین بهسود میدان وردک چند تن از هزاره های شیعه را بازداشت و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند منابع محلی که به دلایل امنیتی خواستند نام و هویتشان فاش نشود به خبرگزاری اخبار شیعه اعلام کردند که موج جدید بازداشت و شکنجه های شیعیان در دو هفته اخیر در همین منطقه بارها تکرار شده است ایشان همچنین فاش کردند که سنی های طالبان از پیروان اهل بیت علیهم السلام اخاذی کرده و به زور اموالشان را به تاراج میبرند آنها به فروشگاه های متعلق به شیعیان حمله کرده و مواد غذایی و لوازم داخل هر فروشگاه را به تاراج میبرند مطلب آزاردهنده دیگر اینکه تمام این اقدامات ضد انسانی طالبان به نام دین اسلام انجام می شود به همین دلیل است که بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دام از الله همیشه تاکید دارند که ما وظیفه داریم فرهنگ اسلام علوی و فرهنگ اسلام دروغین را برای مردم دنیا در کنار هم بگذاریم تا بتوانند این دو را با هم مقایسه کنند زیرا فرهنگ اهل بیت علیهم السلام فرهنگ رعفت و رحمت است برخلاف فرهنگ بنی امیه و پیروانشان که فرهنگ ظلم و قصاوت است